سلام، این آخرین قسمت از سلسله برنامه‌های روش شناخت علمیه. امروز می‌خوایم درباره پنجمین مرحله شناخت یعنی تنظیم تئوری یا نظریه صحبت کنیم. ما در تئوری تعداد زیادی از نمودهای متفاوت رو برمی‌داریم و به تبیین اونها می‌پردازیم. در واقع تئوری از تعمیم چند قانون علمی و برقراری ارتباط بین اونها حاصل میشه. تئوری نظم حاکم بر نمودهای مختلف رو برای ما روشن میکنه، نظمی که به شناخت بخش‌های مختلف جهان منتهی میشه. مثل تئوری جاذبه عمومی. وقتی یه سیب از شاخه درخت روی سر جناب آقای نیوتن سقوط کرد، ایشون این رو به عنوان یک نمود در نظر گرفت. بعد سقوط سایر اجسام رو هم دید و قانون جاذبه رو کشف کرد. بعد حرکات منظم سیارات رو هم زیر نظر گرفت. همه اینها رو کنار هم گذاشت و به تئوری جاذبه عمومی رسید. تئوری که بر اساس اون همه اجسام دارای جرم بزرگ همدیگر رو جذب میکنن. بله، تئوری جاذبه عمومی یک مثال ساده برای بیان همین مفهومه. هر تئوری در بین نمودهای گوناگون جهان یک نظمی برقرار میکنه. در کثرت وحدت پیدا میکنه و باعث میشه که راه علم و عمل روشن بشه. مثل تئوری تکامل. پیچیدگی، شتاب، جهتداری و تطبیق چهار قاعده تکامل پدیده ها هستند که رد پای اونها رو میشه در همه عرصه ها دید و نظم حاکم بر تئوری تکامل رو نمایندگی میکنن. حالا علم اگر فاقد نگرش یا تئوری باشه، دیگه اون وقت چیزی جز گزارش هایی از نمودهای نامرتبط یا مجزا نخواهد بود و طبعا از ارزش نظری و عملی هم برخوردار نیست. نمونه دیگه تئوری نسبیته. این گزارش رو ببینید. نظریه نسبیت خصوصی انیشتن از ارتباط و تعمیم دو اصل ساخته شد و او را به اینجا رساند که هر حرکتی نسبی است و به همین جهت نام نظریه اون نسبیت است. انیشتن در سالهای آخر عمرش روی تئوری میدانهای یگانه کار کرد. او قصد داشت سه معادله جاذبه و قانون کولن و معادله جذب قطب‌های غیر متشابه مغناطیسی که بیان کننده نمودهای متفاوت و کاملا نامربوط به یکدیگر می باشند را به علت برخی مشابهت ها با یکدیگر پیوند داده و به نظریه و تبیین واحد و عالی تری دست یابد. ولی اعتقاد او به وجود یک تئوری واحد و جامع داستان واقعی فیزیک مدرن است. گفتیم که اساس شناسایی متکی بر عمل و تجربه است و بدون اون هیچ شناخت واقعی به دست نمیاد. بعد هم گفتیم که این شناخت دوباره از محدوده ذهن ما به عرصه عمل برمیگرده تا صحت قانونمندی ها آزمایش بشه. بله، یعنی در جریان شناخت از بعضی اعمال و آزمایش های خاص به روابط عام و کلی میرسیم. بعد مجدداً این قانون کلی رو روی هر نمونه خاص پیاده میکنیم. مثل جوشیدن آب در 100 درجه که اول از یک نمونه به روابط عام میرسیم، بعد میایم اون رو روی هر نمونه خاص یعنی جوشیدن آب در نقاط مختلف اجرا میکنیم. اما جریان شناخت علمی به همینجا ختم نمیشه. رسیدن از عمل به تئوری و از تئوری به عمل مسیر بی انتهاییه که مدام دریچه های جدیدتری رو به روی ما باز میکنه. این رفت و برگشت ها تداعی کننده یک مسیر مارپیچه، مسیری که تضاد دائمی بین دنیای نامحدود و دانسته‌های محدود ما رو نشون میده. به این ترتیب با حل هر تناقض جهان علم به دنیای عالی تری گام برمی‌داره. شناخت مدام از سطح به عمق و از ساده به پیچیده جریان داره. این همون جنبه دینامیک و تحول پذیر شناخته. نتیجه رو تو بگو عادل. نتیجه این که ما تمامی پدیده ها یا تمامی وجوه مختلف یک پدیده رو به طور مطلق نمی‌شناسیم و دانشمون از اون نسبیه. عالی بود. نه خیر، عالی نبود. ببین، اگه دانشمون نسبیه پس چطور به اون چی که به دست آوردیم تکیه میکنیم؟ از کجا معلوم که قسمت های به تحقیق رسیده و تجربه شده علوم درست باشن؟ این گزارشو ببین، شاید جوابتو بگیری.
نسبیت دانش هرگز به منزله انکار قسمت‌های به تحقیق رسیده و تجربه شده علوم نیست. نسبیت شناسایی در واقع بیانگر تکامل پذیری علم و توانایی نهایی آن در تبیین ناشناخته هاست. نسبیت شناسایی نه تنها از ارزش علم کم نمی کند، بلکه معرفی حدود واقعی آن علم را از غرور نوجوانی که به علت ناآزمودگی خود را قادر به انجام هر کار مشکلی می داند می رهاند. ما که سردر نیاوردیم، شما فهمیدین چی گفت؟ این دوست عزیز میخواد بگه که ما باید همیشه این نکته رو در نظر داشته باشیم که شناخت ما نسبت به هر پدیده‌ای، نسبت به هر فردی، مطلبی، گروهی، جامعه‌ای، خلاصه شناخت ما از جهان همیشه ناقصه. چرا؟ چون همیشه این وسط ناشناختایی هستن که چه بسا به علت در نظر نگرفتن اونها ما به داوری غلط میافتیم. یعنی نباید عجولانه قضاوت کنیم. اگه من و تو شناخت ها رو پایان یافته ندونیم، اگر بپذیریم که شناخت ما مدام باید تکمیل بشه، اون وقت در حقیقت به بزرگداشت مفهوم علم و خصلت غنی شونده اون میرسیم. علمی که در زمان و مکان تکمیل میشه. به چند جمله از کتاب تصویر جهان در فیزیک جدید گوش کن. این کتاب رو ماکس پلانک نوشته. پژوهش علمی اسرار جدیدی از جهان را برملا کرده که قبلا ناشناخته بودند. به عنوان مثال سرعت ثابت اشعه نورانی در خلا یا دخالت کوانتوم در جریان فرایندهای اتمی را در نظر بگیرید. با مطرح شدن این نظریه دانش نمیتوانست آن را تبیین کند، به همین خاطر چارچوب قدیمی شکست و دستگاه جدید جای دستگاه پیشین را گرفت. دستگاه قدیم ویران نشد، بلکه شایعان گسترش پیدا کرد، به طوری که دایره قدیم در دایره وسیع تر کنونی قرار گرفت. هر تغییری با پیشرفت تازه‌ای همراه است که در جهت تلطیف شناخت ما از جهان سیر می کند، آن هم با تبدیل عناصر این شناسایی به حقیقتی برتر و ظریف‌تر. هدف این پیشرفت تدوین تصوری از عالم است که عناصر آن خصلتی قطعی دارند. پس شناخت سالم و صحیح شناختیه که جریان علمی رشد تکاملی خودش رو گذرونده باشه و در جریان روند رشد خودش از انواع بیماری‌ها جون سالم به در برده باشه. یعنی باید همیشه توجه داشته باشیم که حقایقی در ورای شناختهای ما ممکنه وجود داشته باشن که اگر به اونها دست پیدا نکردیم باید برای درکشون تلاش بکنیم. تمام؟ بله تمام. برنامه روش شناخت علمی با همین نگاه مختصر به پنجمین مرحله شناسایی، یعنی تنظیم نظریه، به پایان میرسه. امیدوارم که این 10 برنامه تونسته باشه به شما عزیزان در راستای پی بردن به روش شناخت علمی از پدیده‌های گوناگون کمک بکنه. اگر که فرصت داشتید این مجموع برنامه رو یک بار دیگه هم میتونید از روی سایت سازمان مجاهدین خلق ایران دانلود کنید و مرور کنید. در حال از همراهی با شما خوشحال شدیم. پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار.